سلام همه دوستان عزیز، پاراشای این هفته هست پاراشات اخر موت کدوشیم. دو تا پاراشا با هم دیگه میخونیم. تو پاراشات اخر موت نوشته شده راجب یه قربانی که میارن دو تا بز میارن واسه قربانی. دو تا بزا میبایستی دو قلو باشن، دقیقا از همون قضا خوردن، از همون شکم در اومدن، همون جا بزرگ شدن، دقیقا همون باشن. یکی قربانی واسه خداوند، یکی لعزازل. لعزازل یه کوهیه که میندازنش اونجا و گناه ها رو کپر میکنه. این دوتا قربانی ها که دقیقا شبیه همه، یه چیز خیلی جالب میبینیم، یکی واسه خداونده درجه بالایی میرسه، یکی میره به مرگ. همونطوری آدم باید بدونه، میتونی شاید توی مدرسه با دوستت بودی، همون جا بودین، همون دو تا برادر از همون فامیل، از همون مادر، از همون غذاها خوردن، ولی یکی میبینی میره بالا، میره به طرف خدا، نزدیک میشه به خدا، صدیق میشه، و یکی متاسفانه میره پایین، گناهکار میشه. چیه؟ دست چیه؟ به خاطر چیه؟ دست خود آدم. هکل بیده شمایم خود میره از شمایم. فقط دست خودته، انتخاب خودته، بدون کسی حالت نداد که این طور باشی یا اون طور باشی، فقط خواست خودت. به درخ شدم و چل لخ با مولیخینو تو، راهی که آدم میخواد بره به اون راه میبرنش. هبالی تهر مسیعین بیادو، کسی که میخواد پاک بشه کمکش میکنن. هبالی تمر میخواد نجس بشه، میخواد آلوده بشه، پتخین لو واز میکنن، کمکش نمیکنن ولی واز میکنن. چرا؟ این موضوع انتخاب کردن تو این دنیا. خداوند گفت هر کسی میتونه هر چی بخواد انتخاب، البته بعدن اجر میگیره یا مجازات، بستگی داره چی انتخاب کرد، ولی انتخاب دست خودته. پس بیاین با هم دیگه دوستان عزیز، هر کدوممون انتخاب کنه که من میخوام صدیق بشم، من میخوام از این به بعد راهمو اصلاح کنم. چجوری؟ یواش یواش، یه قدم، ولی شروع کن. اقلا هر روز یه 5 دقیقه شیر و تورا گوش کن، یه دعای بخون، یه برخای بگو قبل از قضا، یه شروعی بکن و خداوند کمکمون میکنه. از تو حرکت، از خدا برکت. خوش باشین دوستان عزیز.